این هفته گوشی های تاشو، لباس های عوضشو و بهترین فیزیو. سال 2016 از سایبتلون زوریخ گزارش تهیه کردیم. رقابتی که شرکت کنندگانش محدودیت حرکتی دارند و از پیشرفته ترین ابزارهای کمکی برای بهبود حرکتشون استفاده می کنند. تو این مسابقات از بازوی بیونیک و پروتز روباتیک دیده می شد تا اسکلت های بیرونی. شرکت کنندگان از این ابزارها استفاده می کردند تا کارهایی رو که انجامشون برای افراد دارای معلولیت دشواره انجام بدن. یکی دو سال پیش از یک اگزواسکلتون یا اسکلت بیرونی دیگه هم گزارش تهیه کرده بودیم. کارگرهای یک انبار ابزارآلات برای جابجا کردن قطعات سنگین ازش استفاده می‌کردند. و حالا شرکتی در فرانسه با استفاده از فناوری داره تلاش می‌کنه به افرادی که از فلج کامل پاها و تنه رنج می‌برند کمک کنه تا راه برند. گزارش الجی ریچ رو ببینید. من مادرزاد مشکل عصبی داشتم. سه بار تناب نخاعیم را عمل کردن. یکی از عملها که 6 ساله بودم انجام شد ناموفق بود. 19 ساله بودم که معلوم شد بیماری خود ایمنی دارم. دستام داغون شدن. کم کم ناچار شدم از صندلی چرخدار استفاده کنم و از 2 سال پیش دیگه کلن روی صندلی چرخدارم. فلورن انواع اسکلت‌های بیرونی رو امتحان کرد تا رسید به این و اونقدر از این خوشش اومد که برای کار اومد به همین شرکت. اسکلت بیرونی فلورین عملاً به کمک دست احتیاج نداره. بنابراین نه تنها باهاش راه میره، میتونه این کارو هم بکنه. این وسیله برای بهبود حرکت کسایی که دچار فلج نسبی یا کامل هستن ساخته شده و بعد از 1.5 سال آزمایش نسخه آخرش آماده ارسال به مراکز بازپروریه. این وسیله که داریم امتحان میکنیم نتیجه 6-7 سال کاره. طراحاش امیدوارن توی 1-2 سال آینده اسکلت بیرونی شخصی هم به بازار بیاد. البته اون طرح همچنان محرمانه است، ولی چون این پشته میخوام فضولی کنم. Yep. Oh yes. این کنترل کوچک لباس رو فعال میکنه. اگه با سرعت و زاویه درست به جلو خم بشین، شتاب دهنده‌ای که پشت لباس راه میفته و کل مجموعه رو راه میندازه. باید یه مدت استفاده کنی تا عادت کنی یا از اول راحته. راحته، نه درد داره نه خستت میکنه. برای دست و شونه ها هم خوبه چون مثل چوب زیر بغل نیست. اول که داوطلب شدم امتحانش کنم قصدم کمک به پیشرفت علم و فناوری بود، ضمن اینکه امید هم بهم میداد چون زندگی من همیشه نشسته نیست، یعنی فلج کامل نیستم. مطمئنم یه روز بخشی از حرکتم برمیگرده. این اسکلت بیرونی در این راستا کمکم میکنه چون امکان بهبود میده، به خصوص برای کسایی که فلج کامل نیستن. تیم سازنده میخوان منم امتحانش کنم. خودم هم خیلی مشتاقم ببینم چه جوریه. برای که بتونم امتحانش کنم باید اندازه هام رو بگیرن. این اندازه گیری ها برای درک طرز راه رفتن مناسب برای یکی با قد و وزن من ضروریه. محاسبش پیچیده و سنگینه، بنابراین نه در خود لباس که روی یه سرور انجام میشه. محاسبه که انجام شد نتیجه به لباس فرستاده میشه. البته توی خود لباس یا ابزار هم کم محاسبه انجام نمیشه. به جز محاسبات ابتدایی حرکت و اینکه اسکلت بیرونی چطور باید رفتار کنه، مسئله تصمیم گیری در شرایط پیش بینی نشده هم هست. مثلا وقتی که پام دیرتر از اون که باید برسه به زمین یا یکی هولم بده. Lean forward and push up. باید خمشی جلو فشار بدی بالا. Oh, that's. عجب چیز محشریه.
میتونم به کنار خمشم یا خودمو جمع کنم. جهت حرکتم رو هم میتونم عوض کنم. باید در حال حرکت وزنم رو بندازم به یک طرف. میخوام برم سمت راست. اوه، قشنگ احساس میکنم میره اون بر. این استارتاپ سریع رشد کرده و الان حدود 50 کارمند داره. خیلی هاشون کسایی هستن که یه عضو خانوادهشون بیمار و ممکنه به زودی نتونه راه بره. یکی از مهمترین موضوعایی که داریم روش کار میکنیم اینه که به افرادی که سکته کردن و حرکت ندارن کمک کنیم دوباره با اسکلت بیرونی راه برن. یه مدت که باهاش راه میرن تدریجا توان حرکتشون برمیگرده. در واقع اسکلت بیرونی رو طوری تنظیم میکنیم که به مرور کمتر و کمتر کمک کنه تا شخص بتونه خودش راه بره. واضحه که مدیران شرکت اهداف بلند پروازانه تری از این اسکلت بیرونی دارن و فلوریان هم امیدواره در دستیابی به اون اهداف سهیم باشه. یه نکته جالب کار در واندرکرافت اینه که میتونم خودم رو محک بزنم. میتونم روی پای خودم بایستم و این خیلی برام خوبه. در عین این که به تولید محصول هم کمک میکنم. هفته گذشته از بارسلون و در برنامه‌ای که از نمایشگاه یا کنگره جهانی موبایل داشتیم بهتون انواع و اقسام گوشی‌های تاشو و خمشو رو نشون دادیم. شرکت‌های بزرگ دارن میرن سراغ این نوع طراحی. اما اولین گوشی تاشو که ما بهتون نشون دادیم در ژانویه بود و در نمایشگاه CES. سازنده این گوشی شرکت چینی رویاله و 5 سال مشغول ساخت این محصول بوده. یکی از جذابیت‌های گوشی اینه که اگه تاش رو باز کنی میشه تبلت. در نمایشگاه سیه سراغ رئیس شرکت بیلیو رفتیم و ازش پرسیدم چه جوری تونستن زودتر از قول‌های مثل سامسونگ و ال جی و هواوی گوشی تاش رو بسازن. ما همه تمرکزمون رو روی نمایشگر منعطف گذاشتیم برای اینکه این سخت‌ترین بخش کاره. از نظر نوآوری و فناوری‌های جدید کار خیلی زیادی برای تولید این صفحه انجام شده، چون همه عناصر کار از مواد اولیه گرفته تا فرایند تولید، طراحی اولیه و طراحی نهایی باید از اول انجام می‌شد. به همین خاطر که 1,700,000,000 دلار در شنزن چین سرمایه‌گذاری کردیم تا تأسیسات و تجهیزات لازم برای تولید انبوه صفحه نمایشگر منعطف رو بسازیم. سخت‌ترین بخش کار اینه که باید میلیون‌ها ترانزیستور و مدارهای ریز رو روی یه لایه بسیار نازک و منعطف سوار کنیم. لایه‌ای که ضخامتش چند میکرون بیشتر نیست. یعنی از مو نازک‌تره. همه چیز باید خیلی خیلی دقیق باشه. گوشی فلکس پای فعلا فقط در چین به بازار اومده. ولی جالب اینه که تنها نمونم نیست. این تبلت رو ببینید. دوبار تا میشه تا بشه تلفن. البته شرکت شیائومی سازندهش اعلام کرده که این فعلا یک نمونه آزمایشیه. شرکت لنوو هم قبلا اعلام کرده بود در تلاش محصولی مشابه بسازه. ولی برنامه شرکت رویال فراتر از گوشی و ابزار پوشیدنیه. تصمیم گیرندگان رویال معتقدند لوازم الکترونیکی تاشو در آینده شیوه تعامل ما با خانه‌های هوشمند و به طور کلی فناوری رو دگرگون خواهند کرد. الان تو عصر اینترنت اشیا هستیم. بنابراین اگه نمایشگرهای منعطف، حسگرهای منعطف و قطعه های الکترونیکی منعطف داشته باشیم، محدودیتی که در گوشی همراه داشتیم یعنی سطح صاف از بین میره. در نهایت همه وسایل هوشمند میشن و آینده نمایشگر منعطف هم همونجاست. ما چند هفته پیش در کنگره جهانی موبایل در بارسلون گوشی تاشو سامسونگ رو زیارت کردیم، اما همکارمون جن تونست دسترسی ویژه‌ای بهش پیدا کنه، اون هم زودتر از ما. مدت‌ها بود منتظر گوشی تاشو بودیم، اما سورپرایز بزرگ این بود که سامسونگ اعلام کرده در کمتر از 2 ماه گوشی جدید به بازار میاد، اونم به قیمت سرسام‌آور تقریباً 2,000 دلار. اسم گوشی رو گذاشتن گلکسی فولد. اگه بازش کنین میشه یه تبلت 7.3 اینچی که میتونه حد اکثر 3 اپلیکیشن رو همزمان باز کنه. لولایی که گوشی هولش باز و بسته میشه یه طراحی جدیده و دیده نمیشه. سامسونگ اعلام کرده که هزاران بار میشه باز و بستش کرد. در هر 2.5 باتری کار گذاشته شده که شارژ گوشی دیرتر تموم میشه. از همه چی چشمگیرتر قیمت گوشیه که هم عجیبه و هم ریسکی.
به خصوص که چند وقت پیش سامسونگ اعلام کرده بود فروش S9 به خاطر گرونیش کمتر از اونی بوده که پیش بینی می‌کردن. اما مدیران سامسونگ معتقدن فولد وسیله لوکسیه و مشابهش تا حالا نبوده. سامسونگ همینطور از گوشی‌های سری S10 هم رونمایی کرده. S10e که ارزون‌تره و S10 Plus. هر سه مدل S10 یه دوربین سوپر واید داره با زاویه دید 123 درجه، یعنی مثل چشم آدم. دوربین قابلیت استفاده از هوش مصنوعی هم داره که به آدم کمک میکنه عکس‌های بهتری بگیره. قفل این مدل ها هم با تشخیص چهره باز میشه، ولی سامسونگ اسکنر آیریس یا چشم رو گذاشته کنار. استدلالشون هم اینه که میخواستن فضای مفید نمایشگر به حد اکثر برسه که ظاهراً این روزا برای همه مهم شده. برای حد اکثر ابعاد نمایشگر دوربین رو توی محفظه کار گذاشتن و یه گزینه ایمنی جدید هم در نظر گرفتن. حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایشگر هر روز پرطرفدارتر میشه. اونطور که سامسونگ اعلام کرده گوشی جدیدش یه حسگر منحصر به فرد داره به اسم حسگر اثر انگشت مافوق صوت. فرق این حسگر با حسگر نوری که در واقع از انگشتتون عکس میگیره اینه که دور انگشتتون رو اندازه میگیره. طراحای این سیستم میگن حتی از اثر انگشت هم مطمئن تره، چون کسی نمیتونه از انگشتتون فوتوکپی بگیره و باهاش قفل گوشی رو باز کنه. شگفتی بعدی سامسونگ گوشی با قابلیت استفاده از اینترنت 5G بود. قیمتش رو نگفتن ولی میشه حد زد که ارزون نخواهد بود. گوشی با اینترنت 5G چیزیه که میتونه سامسونگ رو از رقبایی مثل اپل جلو مندازه. ولی از اونجایی که شبکه 5G قرار نیست به این زودی ها را بیفته، احتمالاً اگر هم گوشی به بازار بیاد مردم برای خریدش صف نمیکشن. سامسونگ همینطور از گوشی‌های سری S10 هم رونمایی کرد. S10, S10e که ارزون‌تره و S10 Plus. این هفته در بریتانیا برای اولین بار گروه حمل و نقل استیج کوچ یک اتوبوس بزرگ خودران آزمایش کرد. گوگل از برنامه جدید استیج رونمایی کرد که ویژه بازی‌های کامپیوتری است. و اتحادیه اروپا گوگل به دلیل ایجاد محدودیت در گردش تبلیغات آنلاین و محدود کردن جستجوی تبلیغات شرکت‌های رقیب 1,700,000 دلار جریمه کرد. پژوهشگران در دانشگاه MIT از رباتی به اسم کیپم رونمایی کردند. سیستم اونا امکان ایره فراهم میکنه که بازوهای رباتیک بتونن اشیایی را با دقت بردارا جا و جا کنه که هیچ آشنایی قبلی باشون نداشته. این ربات با استفاده از الگوریتم هایی که نقاط کلیدی را تشخیص میدن میتونه به بهترین شکل اشیا را بگیره و جابجا کنه. شبکه اجتماعی MySpace اعلام کرده که موسیقی هایی که طی 12 سال در سایتشان آپلود شده را از دست دادن. در پیامی که روی سایتشان منتشر شده آمده که همه عکس ها، ویدیوها و فایل های صوتی که از 3 سال پیش به قبل آپلود شده بودند ممکنه دیگه در دسترس نباشند. دلیل حذف این اطلاعات انتقال سرورهای شبکه اعلام شده. و در آخر شرکت انویدیا هوش مصنوعی طراحی کرده که به شما کمک میکنه هنرمند توانا بشین. اسمش گواگانه و کارش این است که نقاشی و رنگامیزی شما را میگیره و با کمک نزدیک به 1,000,000 تصویری که در حافظش داره به طور خودکار به منظره ای که دوست دارین تبدیل میکنه. انتخاب و خرید لباس برای من همیشه عذاب‌آور بوده. وقت و پول محدودی دارم و به جای رفتن تو کلی مغازه و امتحان لباس و دست خالی برگشتن، دوست دارم کارهای لذت بخشتری بکنم. مدیتیت کنم، کتاب بخونم یا دوست پیدا کنم. اما تکنولوژی به آدمایی مثل من چه کمکی میتونه بکنه؟ اومدم به دانشکده مدل لندن تا سوالم از این بچه‌ها بپرسم. اونا اپی به نام سوپر پرسونال طراحی کردن که قراره امتحان لباس رو بسیار راحت‌تر بکنه. کار جایگزین کردن چهره توسط این فناوری خیلی آسون شده. البته پیشنهاد میکنم یه نفر دم دستتون باشه که چهرهتون رو اسکن کنه، ولی خودتونم میتونین انجامش بدین. ابتدا باید موهاتون رو کامل ببندین. بعد این اپ ازتون میخواد صورتتون رو به جهات مختلف بچرخونین تا کامل اسکنش کنه. نتیجه اسکن رو میدن به یه شبکه عصبی که هر حرکت ریز صورت رو میفهمه و میتونه چهرهتون رو به شکل تصویر متحرک باورپذیری بازسازی کنه.
به بهانه هفته مد لندن نسخه اولیه این اپلیکیشن با امکان امتحان لباسهای برند هنگر به مردم عرضه شد. ولی به گفته طراحان این اپلیکیشن قرار کارکردش محدود به یک برند نباشه و بشه به طور گسترده ازش استفاده کرد. It was very important for us that the process was very simple. هدفمون این بود که کار ساده و سریع باشه. الان فرایند ثبت چهره حدود 10-15 ثانیه طول میکشه و نتیجه هم سریع در میاد. در نتیجه کل فرایند نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه. خب البته هر کی اندام متفاوتی داره. مثلا یکی مثل من نمیدونم که بتونه هیچ وقت با استاندار امروزی روی فرش قرمز بره. اما ببینیم که اپ سوپر پرسونال در این زمینه چه فکر کرده. برای این پروژه فقط اندام چند مدل رو ثبت کردن. نرم افزار اونی رو که از همه به من یا هر داوطلب دیگه‌ای شبیه تره انتخاب میکنه. هدف سازنده ها اینه که در نهایت بشه برای هر کس با هر ابعادی آواتار دقیق درست کرد. خب سر بنده رو گذاشتن روی هیکل قلمی اروپایی. بنابراین من هنوز نمیدونم که این لباس قراره به من بیاد یا نیاد. زبان بدن مدل ها با زبان بدن من متفاوته. همینطور لباسایی که اونا پوشیدن لزوما لباسایی نیست که من امتحان بکنم. از این لحاظ جالبه. ولی در کل به نظرم بازم برگشتم سر خونه اول و عذاب خرید لباس. من همون بهتر برم به زندگی درویشی خودم ادامه بدم. چند وقت پیش اولین همایش گرد همایی تولید کنندگان ویدیوهای آنلاین یا ویدکان در لندن برگزار شد. برنامه‌ای پر از ستاره ها یا همون شاخهای شبکه‌های اجتماعی. ویدکان 2019. Yeah. برای که دستتون بیاد ماجرا چیه از سامان گاندچا که از یوتیوبرهای جوان خواستیم راهنمایی میکنه. سلام، من ساوانم. یک کانال یوتیوب دارم به اسم ساوان فیلمز. بیشتر ویدیوهایی که میذارم در مورد تجربه اوتیزم خودمه. سلام به همه، خوش اومدین به سری جدید بلاگ اوتیزم. بیشتر آدم ها وقتی بهشون میگم من اوتیزم دارم تعجب میکنن، برای اینکه به نظرشون من شبیه کسی که اوتیزم داره نیستم، در حالی که اوتیزم شکل مشخصی نداره. پرسیدن به نظر طرز درست صحبت کردن با کسی که اوتیسم داره چیه؟ جواب اینه که با من هم مثل بقیه رفتار کنیم، مثل یه آدم. از پارسال منتظر بودم ویدکان بیاد لندن. خیلی هیجان داشتم که دوستان و یوتیوبرهای دیگر رو ببینم و اگه بشه در آینده باهاشون همکاری کنم. کلن خیلی خوش میگذره. مدت هاست دنبال یه همچین چیزی هم. ویدکان جاییه که آدم هایی که اهل تولید محتوا هستن با آخرین ابزار و وسیله های ویدیو درست کردن آشنا میشن و امتحانشون میکنن. سلام به همه، به ساوان فیلم خوش اومدید و البته به کلیک بی بی سی. بیشتر غرفه‌دارهای این نمایشگاه میدونن که اگر بخوان بازدید کننده ها رو جذب کنن باید یه فضایی بسازن که ملت بخوان توش عکس و فیلم اینستاگرامی بگیرن. میخوام این رو امتحان کنم. من همیشه اهل کار خلاقه بودم، هرچند که قبلا جلوی خودم رو میگرفتم. یوتیوب برام یه جور سرگرمیه، ولی در این حال یه امکانیه که چیزهایی رو که میخوام بسازم. حس میکنم فضایی برام فراهم کرده تا مسئله خودم رو با دنیا در میون بذارم. یه خاصیت دیگه ویدکان اینه که بچه ها میتونن چهره هایی رو که آنلاین دنبال میکنن از نزدیک ببینن. خیلی از آدم های سرشناس شبکه های اجتماعی صدها هزار طرفدار دارن. Hello there. And let me be the first to say welcome back. Why are you talking like that? ایشون دین دابز یکی از دوست های خوبمه. روی یوتیوب محتوا تولید میکنه. یکی از دو نفریه که برنامه های طنز درست میکنن به اسم جک و دین. چند نفر عضو کانالتونن؟ دقیقا نمیدونم، ولی فکر کنم تقریبا 700 هزار نفر. یه جور عجیبیه واقعا، این همه آدم اومدن اینجا. عجیبه برای اینکه باید سعی کنم بهترین حالت خودم باشم، چون بدون این بچه ها که من چیزی نیستم. اینا اصلا دیده نمیشن، نشستم پای کامپیوتر رو تماشا میکنن. خلاصه خیلی حس جالبیه.
حس میکنم به این جمع تعلق دارم، با هم مثل یه آدم خلاق برخورد میکنم، یه آدم حرفه‌ای که کار به درد بخور انجام میده. با وجود وضعیتی که در حال حاضر دارم، دارم تلاشم رو میکنم که یه کاری انجام بدم. البته با اینکه خوشحالم اینجام، ولی به خاطر اوتیستیک بودنم مشکلاتی هم دارم. برای آدمی که اوتیسم داره اینجا میتونه خیلی سرگیجه‌آور باشه. محرک های حسی خیلی زیاده، سر و صدا، بوهای مختلف، نور شدید. سلام به همه. توی نمایشگاه با جسیکا آشنا شدم. من یه یوتیوبر دارای معلولیتم. توی کانالم در مورد این حرف میزنم که چطور میشه با وجود بیماری مزمن، ناشنوایی یا چیزای شبیه این از زندگی لذت برد. اولین چیزی که بیشتر آدم ها در برخورد با من میگن اینه که حرف زدنت مثل افراد ناشنوا نیست. ورود به دنیای رسانه کار آسونی نیست، به خصوص برای آدمایی که نوعی ناتوانی دارن. فرض کن شما یه بیماری لاعلاج داشته باشی، همون شغل پادویی اول رو چجوری میگیری؟ وای به اینکه بخوای پیشرفت کنی. ولی در یوتیوب اینجوری نیست. از همون اول جلوی دوربینی، از روز اول داری ویدیو میسازی، برای مردم پخش میکنی. ما در مورد مسائلمون راحت‌تر حرف می‌زنیم. نسل قبلی ما با فناوری بزرگ شدن و نسل ما تا حد خوبی به فناوری مسلطه. نسل بعد از ما قطعاً بهتر خواهد بود. گاهی همین که چیزهای تازه یاد می‌گیرم و با فناوری‌های جدید آشنا می‌شم خوشحالم. این هم از گزارش ویدکان لندن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مراقب خودتون باشین تا بعد. طبق روال هفته‌های گذشته میریم سراغ هنرمندانی که جلوه‌های ویژه محبوب‌ترین فیلم‌های سال گذشته را انجام دادن و این بار میریم سراغ برنده اسکار بهترین جلوه‌های ویژه. کار ما همیشه سخته. وقتی کار جلوه‌های تصویری می‌کنی می‌خوای کار دیده بشه. ولی در مورد فیلمی مثل این که سبک مستند داره، باید کار ما جوری باشه که به بقیه فیلم بیاد. سر این فیلم پل لمبرت رو که توی فیلم بلید رانر هم باش کار کرده بودم صدا کردن، اومدن با دیمیان چزل در مورد فیلم حرف زد. وقتی تصمیم گرفتن کار جلوی دوربین انجام بشه، اومدن سراغ من که ببینم چی کار میشه کرد. پل پیشنهاد کرد یه نمایشگر LED عظیم بذاریم. من باید یه جوری مختصات تکنیکی اون نمایشگر رو در می آوردم. اینکه چه جور چیزی به موقع برای فیلم برداری آماده میشه. تصویرها رو برای سکانس X15 آماده کردیم. همه چی خوب پیش رفت. دیمین خواست کل سکانس رو یه جا بره. که میشد حدود 10,000 فریم. باید کلش رو رندر میکردیم. تبدیل میکردیم به فرمت کویک تایم که برای نمایشگر لازم داشتن. بعد آپلود میکردیم که اونها توی آتلانتا برش دارن. دست آخر برای سکانس ابری X15 از نرم افزار تراجن استفاده کردیم. یه جورایی رفتار نور روی کره زمین رو شبیه سازی میکنه. برای صحنه‌هایی که در ارتفاع بالا از ابر می‌گرفتیم از اون استفاده کردیم. اگه به اندازه کافی بری بالا که برسی به لایه بالایی جو زمین، اون جایی که نیل می‌خوره به اتمسفر، یه خط آبی قشنگ توی افق می‌بینی که به لحاظ ریاضی هم در جو زمین درسته. در نتیجه خیلی خوب بود که چنین امکانی داشتیم. اعداد واقعی مسیر پرواز و ارتفاعش رو داشتیم. بنابراین تصویری که توی فیلم دیده میشه قاعدتاً خیلی به چیزی که اون وقتی اون بالا بوده می‌دیده نزدیکه. بچه های جلوه های ویژه جیدی شوالم و تیمش گیمبال داشتن. یه راهی پیدا کردن که وقتی گیمبال خم میشه سمت جلو، روی تصویر هم حرکت درستی داری. بعضی صحنه ها جوری بود که انگار واقعا رفته باشن توی شبیه ساز. در نتیجه بازیگر هم موقع کار یه مبنای تصویری داشت. یعنی اینجوری نبود که یه پرده سبز باشه و بهش بگن فرض کن داری سقوط میکنی سمت زمین، حس بگیر. واقعا اونجاست، توی همون صحنه است، خم شده به سمت جلو. و اگه اونجا نشسته باشی حس میکنی سوار هواپیمایی داری میری پایین. دیمین هر چی که لازم داره جلوی دوربین میگیره. یعنی موقع فیلم برداری محصول نهایی رو میبینه. ضمن اینکه نور صفحه نمایشگر و بازتاب تصویر نمایشگر هم صاف میفته روی سطوحی که معمولاً از توی تصویر در میاریم. مثل پنجره، شیشه، چشمی، معمولاً همه اینا رو میذاریم کنار و بعد با هزار مصیبت باید تصویر رو که گرفتیم با اون بازتاب منطبق کنیم. در حالی که اینجا راحت روی LED میگرفتیم. نکته دیگه توی این سبک کار اینه که دیمین میتونه بلافاصله بعد از فیلم برداری تدوین رو شروع کنه، چون تصویرهای اصلی رو داره. پرده سبزی در کار نیست که لازم باشه ما حذف کنیم تا بعد نسخه موقتی برای دیدنش آماده کنیم. ناسا اجازه داد آرشیو فیلم‌های پروژه آپولو رو ببینیم.
بیشتر آرشیو رو شخم زدیم. یکی دو تا تصویر بود که فکر کنم هیچکس قبل از ما ندیده بود. از جمله تصویر مدیوم شات از یه راکت ساتورن وی موقع پرتاب راکت ضبط شده. البته کادر تصویر مثل تصویرهای ما نبود، مربعی بود. بعد از چپ و راست تصویر پرتاب شدن راکت رو می‌کشیدیم که کار خیلی ظریفی بود. ولی از قضا خیلی سریع به نتیجه رسید. به محض اینکه شبیه‌سازی درست شد، فقط باید نورپردازیمون رو با تصویر اصلی هماهنگ می‌کردیم. در نتیجه وسط تصویر اصلی همون جوری که بود موند. یه بار از فیلتر آرشیو گذروندیمش و لبه‌هاش رو با تصویر کامپیوتری ترکیب کردیم. یک کلیک دیگه همینجا به پایان میرسه. تکرارش رو میتونید توی وبسایت ما ببینید. نشونی همیشگی ما هست bbcpersian.com/click. در کانال یوتیوب BBC فارسی هم میتونید این برنامه و برنامه‌های پیشین رو ببینید. با ما در تماس باشید. نظر، ایده، پیشنهاد رو با توییتر در شناسی @persianclick در میون بگذارید. همینطور میتونید در صفحه فیسبوکی که نشونیش رو اینجا میبینید هم در تماس باشید با ما. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.